What's up, everybody? I'm Joe of Ducks. چطور این گایز؟ من جوداکس هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. تو ویدیوهای قبلی اولین صدای پایه بیت باکس که کیک بود و بهتون آموزش دادم. امروز قراره تو این ویدیو دومین صدای پایه بیت باکس که های هات هستش رو بهتون یاد بدم که به این صورت اجرا میشه. قبل اینکه بریم سراغ آموزش، حتما این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارید و چنل رو سابسکرایب کنید و اینکه اگه سوال مهمی داشتید حتما تو کامنت ها بپرسید تا بهشون جواب بدم. اینستاگرام منم روی صفحه میاد، حتما فالو کنید. خب بریم سر وقت آموزش. لتس گو. صدای های هات گفتیم به این صورت اجرا میشه و داخل پترنای بیت باکسی اون رو با حرف تی انگلیسی نشونش میدن. های هات توی درما میتونه هر جایگاهی داشته باشه، ولی داخل بیت باکس میان ضربه ای، یعنی بین کیک و اسنیر قرار میگیره. های هات تو درام آکوستیک از دو تا سیمبال تشکیل شده که موازای همدیگه قرار دارن و از طریق پدالی که زیر پای درامر قرار داره کنترل میشه که اوپن های هات باشه یا کلوز های هات. خب فرق بین اوپن های هات و کلوز های هات چیه؟ زمانی که پای درامر روی اون پدالا نیست و هیچ فشاری بهش وارد نمیشه، یعنی اینکه سیمبالا بسته نیستن و باز هستن، صدای های هات ما ماندگاری بیشتری داره. به این صورت. ولی حالا پای درامر روی پدال قرار بگیره و بهش فشار وارد کنه، سیمبال ها بسته میشن و کلوز های هات به وجود میاد که ماندگاری صداش کمتره و به این صورته. خب حالا صدای های هات تو بیت باکس چجوری اجرا میشه؟ با یه روش خیلی ساده بهتون توضیح میدم. دیدید بعضی وقتا میخواییم بگین نه، ولی به جاش از نوچ استفاده میکنین. به این صورت. های هات هم به همین صورته، ولی معکوس، یعنی برعکس این عمل. در قدم اول شما باید محل قرارگیری زبونتون رو پیدا کنید. نوک زبون باید پشت دندونای ردیف بالا قرار بگیره. این نوک زبون پشت دندونای ردیف بالا، یعنی اینجا. به این صورت ما میگیم نوچ. خب این عمل چطوریه؟ هوا اینوارده، یعنی رو به داخله. یه هوای خیلی خیلی ریزی وارد دهان میشه. حالا برای های هات زدن باید برعکس این کار رو انجام بدین، یعنی هوایی که اینوارد بود الان باید اوتوارد بشه. به زبان ساده بخوام بگم، نوچی که به سمت داخل بود الان باید رو به بیرون انجامش بدیم که به این صورت میشه. یه هوای خیلی خیلی ریزی پشت دندونای ردیف بالا قرار میگیره که باید از روی زبون سر بخوره و به سمت بیرون بیاد و باید داخل یه ضربه انجام بشه. به این صورت. هوایی که یه هوای خیلی خیلی ریزی پشت دندون قرار میگیره، از روی زبون باید سر بخوره و تو یه ضرب بیاد بیرون. به این صورت. به این صورت صدای های هات انجام میشه. پس ما نوچی که به سمت داخل وارد میکردیم و این وارد بود که به این صورت انجام میشد، برعکسش رو انجام میدیم که های هات بزنیم که به سمت بیرون انجام میشه و اوت وارده. به این صورت. خیلی ساده. یه نکته بگم واسه کسایی که میگن صدای های هات زدنمون کمه. های هات هم مثل همون کیک میمونه، یعنی با تمرین کردن مکرر مایچه های فک و زبونتون تقویت میشه و به مرور کوالیتی صداتون میره بالا. پس فقط درست تمرین کنید. Just practice. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه و بعدا حتما به کارتون میاد. مهمترین چیز برای های هات زدن اینه که ما بتونیم این صدا رو به صورت پولیفونی انجام بدیم، یعنی وقتی های هات رو با لب و زبون و فکمون اجرا میکنیم، بتونیم از دیافراگممون هم کمک بگیریم و در کنارش یه صدای دیگه هم تولید کنیم. یعنی خیلی ساده، یه صدا به کمک لب و فک های هاتمونه و یه صدا به کمک حنجره که میتونه هامینگ باشه یا بیس باشه، که به این صورت میشه. من الان یه هامینگ با حنجرم اجرا میکنم و در کنارش در همون حال های هات هم میزنم. به این صورت. هامینگ به همراهش های هات، که به این صورت میشه. یا با حنجرم تروت بیس انجام میدم و در همون حال های هات میزنم. به این صورت. او 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 تروت بیس به همراه های هات، که به این صورت میشه. این
فارمینگ و تروت بیس هم تو آموزش‌های بعدی حتما بهتون یاد میدم. فقط خواستم این نکته رو اینجا بهتون بگم که این رو بدونید. خب گایز، اینم از این قسمت از آموزش بیت باکس. اگه سوال مهمی یا نظری دارید حتما تو کامنت ها بپرسید تا بهشون پاسخ بدم. لایک و کامنت و سابسکرایب کردن چنلم یادتون نره و اینکه اینستاگرام منم روی صفحه میاد که حتما فالو کنید. و تا ویدیوها آموزش‌های بعدی فعلا پیس بای.